یه عنوان دیگه هم اینجا وجود داره به اسم اوورراید که به اندازه این ستا کارکرد نداره. اوورراید دقیقا کار اینسرت رو مثل کار اینسرت رو انجام میده، ولی این کلیپ رو به جای اینکه زمانی که اینجا اینسرت کرد جا به اندازش باز بکنه، دقیقا روی اینجا اوورراید میکنه. مثلا من اگر اینجا بیام فرض کنم شما این کلیپ رو انتخاب بکنم و بیام اینجا و حالا اوورراید رو بزنم، دقیقا اینو اینجا کاملا مینشونه، دیگه نمیاد اینسرت بکنه. اما ممکنه شما بگی خب یه جاهایی میشه ازش استفاده کرد، به طور مثال شما میخوای این کلیپ رو که توی این کلیپ صورت بازیگر ما خیلی بهتر دیده میشه رو جایگزین بکنید به جای این یکی کلیپ که صورت بازیگر توش خیلی تاریکه. خب اینجا میتونید از اوورراید استفاده بکنید، اما یه راه راحت تری هم هست و اونم اینه که شما اینو درگ بکنید اینجا روی خود این کلیپ و ریپلیسش بکنید. اینجا دو تا عنوان، سه تا عنوان دیگه هم وجود داره. Replace from start میاد شروع این کلیپ رو در نظر میگیره و با شروع این کلیپ مقایسهش میکنه و ریپلیس میکنه. بذارید اول ریپلیسش بکنیم با هم ببینیم، بعد من حالا عنوان دیگه هم توضیح میدم. اول ریپلیس دقیقا این رو میاد جای اون یکی میذاره. اگه به طور مثال من بیام این یکی کلیپ رو انتخاب بکنم که خیلی کوتاهه و حالا به طور مثال اگه من بخوام ریپلیسش بکنم، طبیعتا تایم این دوتا با هم یکی نیست. خب چه اتفاق میفته؟ من اگه اینجا بیام بگم اینو جای یکی ریپلیس بکن، میتونم بگم از شروعش این دوتا رو با هم مچ کن، این دوتا کلیپ رو و ریپلیس فرام استارت، که حالا نقطه شروع این کلیپ اینجا حفظ میشه ولی دیگه آد پوینتش اینجا نخواهد بود، ادامه پیدا میکنه تا جایی که این زمان ادامه پیدا کرده. یعنی دیگه شما اینجا کوتاه نمیشه این کلیپتون. به طور مثال من اگر خود اینو اینجا بیارم و ریپلیس بکنم، شما میبینید که بلافاصله کوتاه میشه، ولی ریپلیس فرام استارت میاد این دوتا رو از این پوینتشون در نظر میگیره، این پوینت این کلیپ رو اینجا در نظر میگیره، آت پوینت این کلیپ رو دیگه اینجا در نظر نمیگیره، آت پوینتش رو اینجا در نظر میگیره. یعنی اینو ادامه میده تا با این مچ بشه. برعکسش عنوان دوم، عنوان سومه که ریپلیس فرام انده. اینجا میاد این آت پوینت رو در نظر میگیره و با این آت پوینت اینجا مچش میکنه و از این ور حالا ادامه میده. و عنوان سوم توی این ریپلیس ها، منظورم البته عنوان چهارم توی ریپلیس هاست، عنوان سوم توی اینه که خود ریپلیس نیستن، ریپلیس فیت ری تایم تو فیته. اگر من میام ریپلیس ری تایم تو فیت رو بزنم، میاد این رو انقدر اسلو میکنه و انقدر کشش میده اصطلاحا تا به اندازه این تایم بشه. الان من پلیر رو اگه بزنم شما میبینید که دقیقا چقدر اینجا 16% اسلو کرده این کلیپ رو، یعنی از 100% شده 16%، یعنی مثلا یه چیز حدود 6 برابر و نیم اسلو کرده این کلیپ رو. این برای زمانهایی که شما یه کار مونتاژی دارین انجام میدین و مثلا میخواین تایمینگتون اون وسط حفظ بشه، ممکنه خیلی به درد بخوره و خیلی کارایی داشته باشه.